أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید غدیر خم، افضل اعیاد اسلام، به مقام شامخ و رفیع امامت و عصمت حضرت بقیت الله مهدی موعود عجل الله فرجه الشریف و صلوات الله علیه، و امید این که خدای عز و جل تعجیل بفرماید در ظهور آن حضرت تا دنیا از مشکلات و گرفتاری هایی که همه را فرا گرفته همه جا نجات پیدا کنند. و ایضا عرض تبریک به تمام ضعفای جهان و تمام مسلمین و مؤمنین و مسلمات و مؤمنات در هر جای دنیا هستند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه غدیر یه جمله‌ای فرمودن که این جمله را نسبت به امیر المؤمنین صلوات الله علیه مکرر در طول 23 ساله از اول بعثت تا شهادت پیغمبر اسلام حضرت تکرار فرمودن. فرمودن فلیبلغ الشاهد و الغائب، این لام لام امر حضرت، امر فرمودن که اونی که حاضر است، اونی که شاهد است، اونی که میبیند، اونی که میشنود، اون چه میبیند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، اون چه میشنود، امر فرمودن که به کسانی که غائب هستند، نبودن، ندیدن، نشنیدن، به اونها برسانند. این از مسلمات فقه اسلام است که خطابات شرعی خاص به مشافهین نیست. نوشتن اون روز در روز غدیر 120,000 نفر مرد و زن در اونجا اجتماع داشتند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله برای 120,000 نفر صحبت می فرمودن. اینا شاهد بودن. خطاب پیغمبر خدا امر حضرت به فلیبلغ با لام امر خاص به اون 120,000 نفر نبوده، این برای تمام مسلمین جهان، نه فقط مسلمین، بلکه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، برای همه است این امر. اجمالا برای ما امروز هم که مشافه نبودیم این امر هست، فرق نمی کنه در این جهت که این امر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله همین جوری که کسانی که در روز غدیر فرمایشات پیغمبر خدا، خطبه حضرت را میشنیدن، امر به اونها شده بود که اون چه که
می شنوید و می بینید این را ابلاغ کنید. این فلیبلغ تک تک ماها و تک تک افراد را، مرد و زن را شامل میشه. بر همه و همه واجب است به امر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله که غدیر را معرفی کنند. به کی معرفی کنند؟ به تمام بشر، به همه افرادی که در دنیا در هر زمانی و هر مکانی هستند. هر قدر که هر کسی واقعاً قدرت نداره، قدرت از شرایط عامه تکلیف شکی نیست، اما هر قدر هر کسی در حد خودش قدرت داره، این امر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شکی نیست، شبهی نیست که شامل او میشه. نه فقط شامل ما اهل علم هست، نه فقط شامل فرهنگی ها هست، نه فقط شامل باسواد ها هست، بلکه حتی بی سواد ها، هر کسی در حدی که فرا میگیره، در حدی که می توانه تهیه کند مقدمات وجود را، این یک واجب مطلقه، واجب مشروط نیست، مثل حج که اگر مستطیع شد واجب میشه. واجب مشروط نیست مثل خمس و زکات که اگر اضافه پول دوش خمس برش واجب اضافه از معونه، یا اگر فلان مقدار نصاب بود با شرایط زکات واجبه. نه، واجب مطلقه. فلیبلغ الشاهد الغائبه، هیچ شرطی نداره، معلق بر هیچی نیست، یک واجب مطلق است و خاص به مشافهین که مسلمن نیست. پس واجب است بر همه، هر کسی قدری که میتوانه تهیه کنه مقدمات وجود را، یعنی تهیه کنه مقدماتی که این فرمایشات پیغمبر اسلام راجع به غدیر و صاحب غدیر امیر المؤمنین صلوات الله علیه، این برسه به دنیا. قرآن کریمم تأکید فرموده البلاغ المبین، فلیبلغ که پیغمبر خدا فرمودن، این همون بلاغ مبینه. یعنی فایده نداره فقط برسونه، بلکه باید بلاغ مبین باشه، چون بلاغ اگه مبین نباشه وجود و عدمش سوائه. به مقتضای دلیل خطاب صونن لکلام الحکیم عن اللغویه، اگر قرآن کریم هم نفرموده بود البلاغ المبین، قاعدش این بود که بگه مراد بلاغ مبینه، چون بلاغ اگه مبین نباشه، اگه بلاغ مفید نباشه، اگه بلاغ قانع کننده نباشه چه فایده داره؟ باید اتمام حجت بشه. فلیبلغ برای اینکه لله الحجت البالغه تحقق پیدا کنه. اگه مبین نشد حجت بالغه نمیشه. اگر بلاغ مبین نبود، لئلا یکون للناس علی الله حجه، افراد معذور هستن. وقتی که معذور هستن، اونا معذورن، چون بلاغ مبین نشد نسبت بهشون، چون قاصر بودن. اگه مقصر باشه معذور نیست، اما قاصر گناهش گردن اونیه که قدرت دشته میتونست بلاغ مبین را انجام بده،
مقدمات وجود را میتونسته تهیه کنه و نکرده، یا کمتر از اون قدری که میتونسته تهیه کنه. یه نفر از بزرگان و معروفین علمای عامه که اخیراً اعلان استبصار کرد و اعلان هدایت کرد، در سن بالای 70 سالگی ایشون به خود من میگفت چرا توی جوانی من نباید این مطالب بهم رسیده باشه؟ چرا بعد از 70 سالگی این مطالب باید به من رسیده باشه؟ و با یک تألم و تأسفی این را میگفت. خب این تقصیر کیه؟ تقصیر اونهاییست که قدرت داشتن که این بلاغ مبین را به این عالم معروف برسانن و نرسوندن. حالا لازم نیست الا زید به عمرو بالخصوص بگه، عمرو به فلان بگه، نه، باید یه جوری باشه لئلا یکون للناس علی الله حجه، باید برسه. اصلا فلیبلغ الشاهد الغایب هم مال همینه، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نبی برای همه بشر هستن، باید فرمایشاتشون برسه به بشر تا اینکه بشر روز قیامت اونا حجت بر خدا نداشته باشن. واقعا قرآن حکیم تعبیر خیلی داغ فرموده، لئلا یکون للناس علی الله حجه. این دقت بلاغی این جمله خیلی بالاست. کی بر خدا حجت داره؟ خدا خداست، خدا قدرت مطلق است، خدا حکمت مطلق است، خدا عدل مطلقه. این علی الله چیه؟ این علایی که برای ضرره که قطعا در اینجا مجاز بلا شک، اما مجازی است که علا گفته شده، یعنی خدای عز و جل پیغمبر اسلام را فرستاد، تمام قدرت هایی که باید در چارچوبه امتحان الهی داشته باشه براش قرار داده. در روز غدیر خم هم پیغمبر صلی الله علیه و آله اعلان فرمودن فلیبلغ الشاهد الغایب. خب باید جوری باشه که به هر کسی که اگر میرسید هدایت میشد، اگر میرسید میپذیرفت، باید به اون برسه که روز قیامت اون شخص نگه خدا چرا به من نرسید؟ خدا تو مرا خلق کردی برای هدایت، برای رحمت، الا من رحم ولذالک خلقهم. اونی که بهش نرسید هدایت، اونی که استبصار بهش نرسید، اونی که ایمان بهش نرسید، یا رسید به یه جوری که قانع کننده نبود براش، یعنی معذور بود، این به خدا روز قیامت عرض میکنه خب چرا من در این دنیا خلق کردی مرا، آمدم در دنیا برای اینکه مرا رحم کنی، برای هدایت، که مهمترین رحمت الهی هدایته، مهمترین نعمت الهی هدایته، اما پس چرا هدایت نرسید به من، چرا من هدایت نشدم؟ وقت این میشه برای للناس علی الله حجه. قرآن فرموده لئلا یکونه، تا اینجور نباشه. یه شخص دیگری مهندس عالی رتبه بود، سالهای قبل یه جایی من دیدمش، این مستبصر شده بود از یه خانواده دور از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، و یه دقایقی را مکرر میمد از من سوال میکرد راجع به استبصار. من ازش پرسیدم که
شما از کجا این چیزا رو یاد گرفتی؟ گفت من دوره مهندسیم را در فلان کشور، اسمی که از کشورهای خارج را آورد، میگذروندم. توی اون دانشگاهی که درس میخوندم یکی از دوستانی که پیش من بود، یه روزی رفتم به دیدن او. وقتی که رفتم اونجا دیدم یه چند تا کتابی داره. او نگاه کردم دیدم 11 تا از این کتابا از جلد 1 تا 11 پشتش نوشته الغدیر. من شنیده بودم اسم غدیر را. شخص خودش دور از اهل بیت بوده، تو کشور دور از اهل بیت، تو خانواده و شهر دور از اهل بیت. برای خود من گفت من شنیده بودم، نمیدونستم چیه. به صاحب خانه گفتم اجازه میدی یه جلد از این را ببرم من مطالعه کنم؟ گفت اشکال نداره. من یه جلد بردم، از اول تا آخرش مطالعه کردم، پس دادم به اون. دویومو بردم، سیوم، تا تمام 11 جلد را از اول تا آخر مطالعه کردم. و این شخص مستبصر عالم شده بود که خودش میگفت با علمای ورزیده و بزرگ غیر مستبصر بحث میکرده، وقت گاهی دقایقی را میمد از من میپرسید. این قصه در وقتی بود که به بعضی دوستان همونجا و همون وقت من عرض کردم. ایامی بود که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در بیمارستان بودن که بعدم فوت شدن ایشون. گفتم ببینید تبلیغ چه کار میکنه، فلیبلغ الشاهد الغائب چه کار میکنه. علامه امینی الان در بیمارستان هستن که قاعدتا یا قدرت بر صحبت و نوشتن و بحث نداشتن یا خیلی ضعیف بوده این قدرتشون، چون همون روزای چند روز بعد، شاید یه هفته دو هفته بعدش هم ایشون فوت شدن. گفتم ببینید ایشون از این قدرت استفاده کردن، قدرت قلم، سالها زحمت کشیدن، این شد کتاب. این کتاب الغدیر یک جوان دور از استبصار را توی کشور غیر مسلمان هدایت میکنه، به جوری که با علمای دور از استبصار بحث میکرد و اینها را مجاب میکرد. این یه نوع تبلیغه که کتاب باشه، یه نوعش سخنرانیه، یه نوعش این چیزهایی که امروز در اختیار هست. هر کسی در هر حدی قدرت داشته باشه از پول، از علم، از سخن گفتن، از نوشتن، از تشویق کردن، که مقدمات وجود کافی باشه برای کل بشر، رسیدن به کل بشر در حد البلاغ المبین. اگه کسی کمتر از قدرتش استفاده بکنه این معذور نیست، واجب مطلق است. تهیه مقدمات وجودش واجب عقلیه. اگه نکرد و یک کسی اونور دنیا اگر بهش میرسید هدایت میشد، گناهش گردن اینه، یعنی جزءش اینم هست. اونی که پول میداد میشد، سخنرانی میکرد میرسید، بلاغ مبین میشد، مینوشت میرسید، تشویق میکرد میرسید، نکرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در غدیر خم اینجور که نوشتن برای 120,000 نفر فرمایشاتشون رو فرمودن، که اون روز بزرگترین تبلیغ این جمعیت بوده. در اون زمان رو کره زمین یه مجلسی، یه سخنرانی که جمعیتش 120,000 نفر باشن نبوده هیچ، یعنی منحصر به فرد بوده. امروز هم
به مناسبت خود امروز باید یه جوری باشد. این باید را من عرض نمی کنم، این لام امر فلیبلغ پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را من دارم نقل می کنم. باید یک جوری باشه که بزرگترین تبلیغ و رسوندن و رسیدن غدیر به تمام بشر باشه. امروز کم و بیش عاشورا بی نظیر در روی کره زمین. غدیر هم باید همین جور بشه که بازم عاشورا هنوز اونقدری که هست باید پیشرفته تر و بیشتر بشه. عاشورا و غدیر اینا دو بال اسلام هستن. کبوتر با یه بال پرواز نمی کنه، کبوتر با دو بال پرواز می کنه. تو اون روایت داره لو کانت دنیا تسوا عند الله جناح بعوضه، نه جناحی بعوضه. این دقتای بلاغیست که تو فرمایشات معصومینه. چرا جناح بعوضه؟ چون یه دونه بال که شد حتی خود پشه ازش نمیتونه استفاده بکنه. کبوتر یه دونه بال که داشته باشه، بال دویوم نداشته باشه، نمیتونه پرواز کنه. غدیر بی عاشورا، عاشورای بی غدیر یک باله. این دو با هم دو بال هستن. به حمد الله در دنیا عاشورا، در چه خود عاشورا چه قصه عاشورا که در اربعین حسینی صلوات الله علیه ظهور پیدا میکنه و کم و بیش در دنیا منتشره و در عراق با تمام این مشکلاتی که این ملت مظلوم عراق گرفتار هستن، اینجور نمایان هست که خدا نجات بده همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، همه بشر را از همه مشکلات، خصوصا عراق مظلوم و عراق صابر را از این مشکلاتی که مدت هاست درگیر و گرفتار است. غدیر باید مثل عاشورا بشه. این دو تا بالن، این دو تا شیئی هستن که هر دو را پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در مناسبات مختلفه که به اعلا درجات تواتر رسیده فرمودن. وقتی که غدیر بنا بشه به دنیا برسه، غدیر یه دونه کلمه نیست. فقط پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم یه جمله نفرمودن، خیلی جمل فرمودن و فرمودن فلیبلغ الشاهد الغایب. وقتی که بنا بشه غدیر که یک فرهنگ آزادیه، یک فرهنگ خیره، یک فرهنگ رفاهه، وقتی که این بشه نمایونگرش خود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در اون 5 ساله تقریبا حکومت مبارکشون بود. ملاحظه بفرمایید در تاریخ امیرالمؤمنین در کتب حدیث شریف وارد شده روزی که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رئیس حکومت اسلامی بودن، که اون روز بزرگترین حکومت رو کره زمین را امیرالمؤمنین رهبری می‌کردن. تمام نیروهای بزرگترین حکومت در اختیار امیرالمؤمنین بود. تو تاریخ داره، تو روایات داره که شخصی توعد علیاً بالقتل. یه جمله است اما یک دنیا مطلبه. یک دنیا بی نظیریه، نه کم نظیر. توعد علیاً بالقتل، اعلان کرد من میخوام برم علی رو بکشم. علی ابن ابی طالب اون روز تمام سلاح و قدرت و پول در اختیارشون بود. گرفتنش، ببینید، اوردنش پیش امیرالمؤمنین صلوات الله علیه.
فقال علیه السلام دعوه. یک کلمه، یک دنیا فضیلت. کجای تاریخ ما داریم؟ غدیر که باشه یعنی اینجوری میشه. دعوه، راهش کنید برید، راهش کنید رفت. پیغمبر خدا این علی ابن ابی طالب را فرمودن فلیبلغ الشاهد الغائب، که در وقتی که تمام نیروهای بزرگترین حکومت رو کره زمین در اختیارشون بود، شخصی علنی میگه من میخوام برم علی ابن ابی طالب رو بکشم، آخرش من میکشم علی را. توعده و توعده، و عربی معناش همینه دیگه، گرفتنش. حضرت تو خونه نشین نبودن اون روز، حضرت رئیس حکومت بودن، از آسیا گرفته تا عمق اروپا تا عمق آفریقا در اختیار حضرت بود. اول فرمودن دعو، همین یک کلمه، کلمه فضیلت یک کلمه مگه نیست؟ اما یه دنیا خوشی، یه دنیا و آخرت. کلمه انسانیت مگه یه دونه کلمه بیشتر نیست؟ تو کجای تاریخ ما پیدا میکنیم؟ پیغمبر خدا این را فرمودن فلیبلغ الشاهد الغائب. این به دنیا رسیده که علی ابن ابی طالب در اوج قدرت که تمام نیروها در اختیارشون بود، شخص تهدید به قتل میکنه، حضرت میگه رهاش کنید، حرف که کیفر نداره. اگر امروز هم توی اطراف دنیا یه جاهای یه قدری آزادی هست که رو حرف کیفر نمی کنن، کسی چیزی بگه، اون مال پیغمبر اسلام و علی ابن ابی طالب اسلامه، اونم از اونجا گرفته. امروز حالا کم و بیش عده کشورها تو دنیا یه قدری آزادی دارن، میگن حرف مطلبی نیست، حالا حرف زده زده بزنه، شمشیر ور نداره، سلاح ور نداره، کشتار نکنه، کارش نداره. این را کی شروع کرد؟ پیغمبر اسلام این فضیلت را شروع کردن. علی ابن ابی طالب هم شاگرد پیغمبر اسلام بودن صلی الله علیه و آله. کجای دنیا سراغ دارید امروز؟ حتی اونجاهایی که اسمش آزادی هست، رئیس حکومت، یه رئیس حکومت به اون ما امروز تو دنیا یک کشوری داریم جمعیتش از همه کشورهای دیگه یعنی دونه دونه بیشتره، یه حکومتی داریم که قدرتش از همه حکومتهای دیگه به تنهایی حکومتهای دیگه این بیشتر قدرتش، اما یک حکومتی نداریم که از هر لحاظ بزرگترین و قویترین حکومت رو کره زمین باشه، مثل حکومت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. خب حالا اگه یه قدر آزادی هست، مال پیغمبر اسلام و علی ابن ابی طالب اسلام صلی الله علیه و آله. ما تو کجای دنیا یه رئیس حکومتی هست که یه نفر علنی اعلان بکنه که من میخوام بکشم این رئیس حکومت رو، بکشم که هیچی، با احتمال، با شک، با شبهه. من یادمه در همین عراق مظلوم 50 سال قبل، خورده بیشتر کمتر، که همون وقت روزنامه های داخل و خارج نوشتن، داخل یه خورده کنترل بود، کمتر نوشتن، کمرنگتر، خارج بیشتر. یه رئیس حکومتی اون روز بود، به نتیجه عراق یک کشور اسلامیه، رئیس حکومتش هم اسمش مسلمان بود، اسمش نصرانی و یهودی نبود، اسمش بت پرست نبود. یک سوء قصدی به این رئیس حکومت شد، همون وقت نقل شد در همون روز 200 نفر را گرفتن حبس کردن، شبش یه عده را گرفتن، فردا یه عده را گرفتن، در عرض چند روز نوشتن 5000 نفر را گرفتن و بعد یه عدهشون را اعدام کردن، یه عدهشون را توی انفرادی حبس و زیر شکنجه گذاشتن، یه عده هم حبسهای دیگه کردن. یه دونه سوء قصد به رئیس یه دونه حکومت عراق اون روز
شاید جمعیتش 15 میلیون هم نبود اون روز. یکی از کشورهای کوچیک رو کره زمین بود. برای اسلام عیب نیست، اسلام باکش نیست، برای ما مسلمان ها عیبه. مایی که علی ابن ابی طالبی داریم اینجور که بی نظیر در تاریخه، اینو نباید به دنیا ما برسونیم؟ کی باید برسونه؟ همه وظیفه دارن، مرد و زن، هر کسی یک جور وظیفه داره. بله، حسب فرمایشات روایات دو طائفه وظیفه شون سنگین تر، العلماء و الامراء. صنفان من امتی اذا صلح صلحت امتی و اذا فسد فسدت امتی، العلماء و الامراء. علما رهبری جامعه رو کم و بیش دارن، امرا و حکومت ها هم نیرو در اختیارشونه، پول و سلاح و قدرت در اختیارشونه، اینا مسئولیتشون بیشتر. علمای اسلام مسئولیتشون بیشتر در فلیبلغ الشاهد الغائب امروز. حکومت های اسلامی هم مسئولیتشون بیشتره، و الا همه مسئولیت دارن. این را ما میتونیم به دنیا مطرح کنیم، دنیا بره بحث کنه، مطالعه کنه، ببینه راست میگیم یا نه، اما باید برسونیم به دنیا. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در اون حکومت پهناور که نتیجه غدیر حکومت علی ابن ابی طالب بود صلوات الله علیه، در اون حکومت پهناور در مدت حکومتشون ببینید یک دونه کشته سیاسی تو تاریخ علی ابن ابی طالب هست؟ کسی پیدا کرد نشون بده؟ نیست، نیست. حتی دشمنای امیرالمؤمنین تو نوشته هاشون که نوشتن نتونستن اثبات کنن که یه دونه کشته سیاسی داشته. کشته سیاسی سر جای خود، یه دونه زندانی سیاسی علی ابن ابی طالب داشتن؟ یه دونه زندانی علی ابن ابی طالب داشتن؟ اونم عبدالرحمن ابن ملجم که کشت حضرت را و منتهی به شهادت حضرت شد. گرفتن توی اتاق نگهش داشتن. علی ابن ابی طالبی که میدونن از این خواهن از دنیا رفت، از این ضربت. اما خب گفت مقدمتین قضیه شرطیه صادق است، حتی اگه اصلش نباشه اینجور. حضرت فرمودن، دارن فرمودن که اگر من زنده موندم او را خواهم عفو کرد. این کجای تاریخ نظیر ده؟ غدیر یعنی این. روایت داره آقایون کم و بیش دیدن، روایات داره، تاریخ داره که برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یه ظرف شیر آوردن، حضرت قلیلاً یک کم از اون شیر میل فرمودن، دادن این شیر را، بقیه‌اش رو گفتن همین رو برید به ابن ملجم بدید. الناس علی دین ملوکهم. وقتی که رئیس حکومت سر تا سر فضیلت شد، اخلاق شد، کم و بیش یا مردم یاد میگیرن که خیلی ها یاد میگیرن، راسته. اونی هم که یاد نمیگیره یعنی اعتنا نمیکنه، سرپیچی میکنه، بلاغ مبین شده، محل نمیده، اتمام حجت برش شده، حجت بالغه شده، لئلا یکن للناس علی الله حجه شده. علی کل این فلیبلغ الشاهد الغائب وظیفه تمام است در همه جای دنیا. ممکنه یک کسی در گوشه دنیا باشه اما از نظر قدرت‌های مختلف بیشتر باشه قدرتش از یک کسی که توی یک وسط یک شهرستان بزرگ هست. ملاک قدرته، هیچ شرطی نداره، واجب مطلقه، نه معلق نه مشروط. فلیبلغ الشاهد الغائب تنها شرط عقلی داره و اون قدرت. قدی که کسی قدرت نداره معذوره. اگه کسی قدرت داره یه میلیارد پول بده برای رسوندن غدیر به دنیا، این کمتر داد، خوبه اونی که داده، اما اون مقداری که از قدرتش کاسته شد، یعنی نکرد قد قدرتش، معذور نیست.
کسی که قدرت داره در شبانه روز 10 ساعت صرف بکنه، مقدمات وجود تهیه کنه برای لیوبلغ الشاهد، فلیوبلغ الشاهد الغایب، اگه 9 ساعت مصرف کرد این معذور نیست نسبت به اون 1 ساعته. هر کسی در حدی که خدای عز و جل بهش فهم و درک داده و در مقداری که قدرت داره این مسئولیت را داره. اگر یک کسی بعد از 70 سالگی مستبصر میشه، اونم خودش برفرض نگه این را، این چرا در 60 سالگی مستبصر نشد؟ تقصیر کیه؟ کی مسئوله؟ چرا در 40 سال و 50 سالگی مستبصر نشد؟ این که آمادگی داشته، معلومه چه معاند نیست این که بعد از 70 سالگی آمده و پذیرفته، مشکلاتش هم داره تحمل میکنه. این علی ابن ابی طالب، این اسلام صحیح مقابلش اون چی که مانع شده یه قدری دنیا، اکثر بشر دنیای امروز چرا مسلمان نیست؟ مشکل کجاست؟ اسلام مشکل داره، اسلام اینه. این یک کلمه دعوه علی ابن ابی طالب که بی نظیره در تاریخ از نظر فضیلت و انسانیت. ببینید نوشتن عبدالملک ابن مروان، مروان که مرد عبدالملک پسرش دفن کرد مروانو، بعد ما سخنرانی کرد. اول سخنرانی که کرد، تو سخنرانیش عبدالملک اون روز به دروغ خودش را خلیفه پیغمبر خدا مینامید، به عنوان رئیس مسلمین خودش را به دروغ مطرح کرده بود. ببینید تو اول سخنرانی که کرد بر مردم گفت والله، والله عبدالملک ابن مروان گفت والله لا یأمرنی احد بتقوی الله الا ضربت عنقه. احدی حق نداره به من بگه اتق الله، هر کی باشه، هر مقامی باشه، نفی و استثناس دیگه، هر کی به من عبدالملک بگه اتق الله، از خدا بپرهیز، همه باید از خدا بپرهیزن. خدای عز و جل به اشرف اولین و آخرین میفرماد یا ایها النبی اتق الله. قرآن به اشرف اولین و آخرین میگه تو کی هستی بدبخت عبدالملک؟ کسی به تو حق نداره بگه اتق الله. اونم نمیگیرم حبسش میکنم الا ضربت عنقه. خب وقتی که غدیر نباشه این میشه، وقتی یه دونه اتق الله نتیجهش گردن زدن میشه. علی کل این وظیفه همه است، کوتاهی هر کی بکنه اونقدری که ازش میاد این معذور نیست، مگر قدری که انسان نتونه یا درک نکنه. امیدوارم خدای عز و جل این عید سعید غدیر را امسال هم و سالهای آینده بر همه مؤمنین و مسلمین، مؤمنات و مسلمات مبارک بداره. انشاءالله زمین ساز باشه برای ظهور حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف زودتر، و کم و بیش افراد در مقام این بر بیان که کوتاهی و تقصیر در تبلیغ غدیر نه فقط در جوامع اسلامی و جوامع ایمانی، بلکه در برای تمام بشر بتوانند بیش از پیش تبلیغ بکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.